سلام بینندگان عزیز استودیوی 19. میمان ای هفته ما یاسمین جان یارمل است. هنرپیشه به نام و موفق تئاتر، سینما و رادیو تلویزیون افغانستان. یاسمین یارمل از جمله کسایی است که با آمدن طالبان وطن رها کرد و آمد به پاریس. یاسمین جان نازنین سلام. سلام بر شما رنجان نازنین، سلام بر تمام بیننده‌های عزیز ما که ما را از طریق صفحه استدوی 19 می‌بینند. امیدوار هستم که همه صحت سلامت باشند و با امید از اینکه یک صلح سراسری در افغانستان تامین شود برنامه ما را ببینند و خدا کنه که از صحبت‌های ما خسته نشن و خوش باشند. هیچ خسته نمیشه، نه صحبت شما و نه صحبت ما. یاسمین جان، ما خودت 32 سال بعد اینا اختلاط میکنیم با خدا. اما تو رسا؟ بخیر، چرا نه؟ قصه های از دوران های دور، قصه های گذشته، قصه هایی که در او یک حالم خاطره خود بود. راست میگین، یاد دورانی که در رادیو تلویزیون تقریبا هر روز ما شما در دالیزای رادیو و تلویزیون با هم یک دیگر می دیدیم، قصه می کردیم، خنده می کردیم، یاد زمان ها بخیر. یاسمین جان، هنوزم خودت گاز می خوری؟ گاز چرا؟ اگر باشه بله. تو یه دفعه گفته بودی که در خورترکی در درخت خانیتون بسیار گاز می خوری، بسیار گازباز هستی. بسیار خوش دارم آل روم که در سالهای گذشته بگویم دیگه، چون این بار که گذشت ما چندان فضای خوبی نداشتیم، یعنی از فضای قرغه و پغمان مستفید نشدیم. در سالهای گذشته که من می رفتم امرای اولادا به تپی پغمان و قرغه، باز اونجا گازکا بود. از این که اولادا را ببرم در گاز خوردن، اول خودم میرفتم در دولیگکا میشتم گاز میخوردم و باز بعد از اون دیگه اولادا را میفتم بیاین شما بخورین گاز. یاسمین جان، از دوران مکتب بگو. خودت خود در مزار شریف تولد شدی، از امو جای است یا اگه اشتباه نکنم نیست دیگه، یا آل تو میگه نیم از مزار شریف نیستم، از پاریس هستم. نه خیلی، ما از شهر مزار شریف، از دیار مولانای بلخ هستم. در مکتب که می رفتی؟ بله. میگه خودت نستن فعول خواندی، نه دوره، نه سیره، نه چاره، نه پنجه، گفتی یا چیزی نیست. رفتن رفتی دستن تو شش شامل شدی. این چی قصه بودی، چی گفت بود؟ لایق بود یا خوشت نمیم از این فعول دو؟ نه خیر اونطور نبود، برعکس بسیار خوشم می اومد، ولیکن ما خانوادیم بسیار یک خانواده کم سواد و متعصب بودن و در دورانی که من طفل بودم که بسیار علاقه داشتم که بکس مکتب در پشت خود پرتم و پیرنک سیاه را بپوشم و چادرک سفیدم یعنی زیر گلونم شخ بسته کنم برم طرف مکتب، ولی قبلگاه اجازه نمی داد و من یگانه فرزند خانواده هم بودم. از ترس از این هم که طفلشان آسیب پذیر نشه، از ترس از این هم که طفلشان خدای نخواسته کدام مصیبت سر دچار نشه، مرا نمی گذاشتند که مکتب برم. خلاصه که مرا پیش ملا گذاشتند، یعنی مرا گفتن یک بخوان. من رفتم اول امی پنج سوره را خواندم، یعنی پنج ساله بودم که پنج سوره را شروع کردم، بعدا قرآن شریف را خواندم، ختم کردم. بعد از اون یک کتاب دیگه به نام چهار کتاب است، او را خواندم. ایران که تمام کردم تقریبا حدود 8 ساله یا 9 ساله بودم که خواجه حافظ خواندم. وقتی که دیوان حافظ خواندم، بعدا مرزا بیدله دیوان بیدله خودم شروع کردم که خودم او را تکرار کرده رفتم و خواندم. وقتی که ایره به پایه اکمال رساندم دیگه من کاملا باسواد شده بودم. به اندازه سواد و کتابت و مثلا امو املا و انشایم خوب بود که دخترکای صنف نو که اقا همسایه های ما بود اکثرا می آمدن ادبیات پیش ما می خواندن و ما اونا را دری درس می دادم و از اونا کمک می گرفتم اگر بتانن ریاضی مرا درس بدن.
اونها بود که باز رفتم 6 سال امتحان سویه دادم و شامل سطح هفتم شدم. بسیار خوب. وقتی مکتب رفتی در برنامه فرهنگی و هنری نقش می گرفتی یا ای که تنام و درس تا می خواندی و مکتب گریزی می کردی؟ 6 سال که من مکتب خواندم از صنف 12 فارغ شدم، یک روزم غیر حاضری نداشتم، یک مثلا. آفرین. و علی که من شامل صنف 7 مکتب شدم، در یکی از برنامه های مکتب من به صفت گوینده برآمدم، روی ستیج و گویندگی کردم. جشن معارف بود و نگفته نمانه که او سالهایی بود که انقلاب 7 سال به پیروزی رسیده بود و رشد جوان ها بسیار سریع بود و جوان ها را زیاد رشد می دادن در تمام عرصه ها، چی در عرصه گویندگی، چی در عرصه تمثیل و چی در عرصه آهنگخانی، گپات جوان ها را زیاد رشد می دادن. و ما چون در مکتب معمولا مقاله و یگپا میخوندم، سرستیج یا مثلا وقتی که شاگردار را فیل میکردن ترانه و سرود ملی میخوندیم، صدای ما برای مردم یک اندازه آشنا شد و رادیوی نوبهار بلخ از ما تقاضای ازیر کرد که باید برم و در اونجا گویندگی کنم. و ما اولین زن گوینده در ولایت بلخ بودم که در رادیوی نوبهار بلخ به صفت گوینده در مو صنف 7 برنامه میخوندم و برنامه ها را پیش میبردم. بسیار عالی، بسیار خوب. باز چند سال ماندی در مزار شریف؟ چه وقت کابل آمدی؟ در این صنف 7 مکتب چون پدرم زیاد مخالفت میکرد و میگفت که نه دیگه مکتب میری و چطور چنان سر تلاج میکنی و مکتب میری، و او وقت دخترک ها دامنای مینوژروب میپوشیدن، جرابک های سیاه نازک میپوشیدن، دور از آله، بله، لباسک های چادرک های سفید. وقتی که من میرفتم پدرم میگفت چرا جراب میکنی، تو جراب نپوش، امرای زی پیرن مثلا پتلون یا تنبان بپوش. خب من این کار نمیکردم، من جراب میپوشدم. خب بالاخره دمی اواخر صنف 7 بود که بچه کاکایم که تازه از پانتون عربی فارغ شده بود به مزار شریف آمد، وظیفش در قندار تعیین شده بود، آمد به مزار شریف، مرا که دید عاشق شد. نمیفهمم. عاشق شد، عاشق شد، حتماً، حتماً، 12%. از ما خواستگاری کرد، از ما خواستگاری کرد و ما هم به خاطر از اینکه این از این جنجال خانواده فارغ شوم و یا اینکه دیگه پدرم بر من نگویه که توی کار نکو، مثلا چی نرو، ببخشید وقت در فاکولته رفتم، در گویندگی نرو، در مکتب نرو یا در برنامه های مکتب اشتراک نکو، وقتی که از ما پرسیدن که مثلا تو میخوایی امرای از این، او وقت دیگه همی صاحب منصبا را چی میگفتن؟ کفیل میگفتن مثلا، نمیفهم رتبه شوهرم شاید بلندتر بود، لملای بریدمن بود، گفتن امرای کفیل امین نامزادی رو قبول میکنی؟ ما گفتم آه گفتم قبول میکنم. گفتن خود درست است. بعد از او باز امرای بچه کاکایم گپ زدم. گفتم که من خاطر رو به یک شرط میگیرم، من خب بخاطر از این طور نمیگیرم که به اصطلاح بسیار علاقمند تو هستم یا مثلا من بسیار علاقمند ازی هستم که زود کده و روسی کنم یا دیگه. گفتم من تو را روی یک هدف میگیرم، او هدف ما ای است که من میخوایم که در آینده یک کاری باشم و تحصیلات ما به پایان برسانم، در قدم اول تحصیلات ما به پایان برسانم، در قدم دوم در رشته هایی که من دوست دارم کار کنم. یعنی من گفتم من میخوایم دختر فیلم شوم، توی را میتونی قبول کنی؟ امیر است که قبول کرده میتونی؟ اگر امیر است که تو قبول میکنی یالا ما هم رایت نامزد میشم، اگر نیم برو بیادر پناهید به خدا بار که من دست لگرد. خب باز آمدی کابل آمدین ها؟ بله آمدین. گوش که در هنر و ادبیات یادم است که تمام دخترای هنر و ادبیات خودت که میرفتی در پشتت میرفتن و بسیار دوستت داشتن، آدم بله. اجتماعی بودی، خانم مهربان بودی، به هر کدامشون کمک میکردی، یادم نمیره. بله. از اولین فیلم
که ساختی فیلم تلویزیونی بود یا فیلم سینمایی؟ خیلی ما میفهم بیننده ها بفهمن. خودم که دایرکتری کارگردانی کردم یا نه 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 بازی نه نه کردم؟ اولین فیلم را که بازی کردی کدام بود؟ بله، اولین فیلم را که من بازی کردم یک فیلم سینمایی بود به نام زمین، که محترم جلال پیروز یکی از کارگردانای تحصیل کرده در رشته سینما بله. بود که دکترا داشت گمان میکنم، و این فیلم می ساخت. یک فیلم سینمایی بود، خیلی یک فیلم قشنگ بود، و ما در اولین بار در مقابل قادر فراخ که یکی از هنرمندای بسیار تاپ سینمای افغانستان بود و کسی بود که راستی دیگه نظیرش ما در افغانستان نتونستیم، خدا بابا کسی را ما نتونستیم جایگزینش کنیم. یعنی از نگاه استعداد و توانمندی در بازیگری بیخی فوقلاده، چی که بیخی از فوقلاده هم بالاتر بود. یعنی امرای از او مقابل شدم و امرایش بازی کردم، و او کسی بود که مهر تاییده بر کارکردهای ما گذاشت و بر ما آفرین گفت. و برای از اینکه ما اولین بار بود که کمره سینما را می دیدم، لایت را می دیدم، این چیزا بر ما بخی ناآشنا بود. ولی شما باور بکنین که من اصلا دیگه یادم نمیاد که زیر تاثیر رفته باشم ما یا که نتانسته باشم از این نقشم برایم. خودت در فیلم اماسه عشق کار کرده بودی و فکر میکنم که نقش اول داشتی یا دومه؟ نقش دوم داشتم. بله نقش دومه داشتی. بله. این فیلم جایزه گرفت یا بله. این فیلم جایزه ممکن است بگی در مورد امی فیلم از ساختهای کی و خودت نقش بله. کی را بازی میکردی؟ فیلم اماسه عشق یک داستان بسیار زیاد بگویم که اماسی و یک داستان بود که این سرچشمه گرفته بود اون از اون حوادثی که در جامعه ما اتفاق افتیده بود، و این عبدالله شادان نوشته کرده بودی داستانه، و محترم انجینیر لطیف احمدی این کارگردانی کرد و سناریو تبدیل کرد، و نقش اول زیر صابر جان آرش امروی نعمت جان آرش بازی کرد، و نقش دوم ما و صبور طوفان بازی کردیم که یکی از فیلم های بسیار نامدار او زمان و ای زمان است. یعنی تو به هنوزم این فیلم امو به حساب اصلیت خود از دست نداده، قصه های از این سرزبان ها هست و هنوز هم در فیستیوال ها را پیدا میکنه و در اکثر فیستیوال ها اشتراک میکنه و جوایز بسیار زیاد را نصیب شده. خودت در یکی از فیستیوال هایی که فیلم شرکت کرده بود رفته بودی؟ بله ممکن در سال 2006 در سال 2006 که دوره اول طالبان تازه شکست خورده بود و حکومت نظام جدید که حامد کرزی در اصل از او بود در کابل حاکم بود، در اونمو زمان بود که سال 2006 من از طریق سفارت فرانسه دعوت شدم در کشور فرانسه، و این فیلم در اونجا به نمایش رفت و بسیار ما استقبال شدم، و یعنی بسیار چی داشت، یعنی چی میگن، یک موقف بسیار بلند داشت، یک جایگاه بسیار خوب را پیدا کرده بین مردم فرانسه. خودت یک انسان هستی که آدم به طرفت میبینه خودت آوازخوان هستی، گوینده هستی، اون در پیشه تئاتر، تلویزیون، سینما، از کارهای تئاتری بگو. اولین باری که در تئاتر رفتی یادت هست یا نه؟ بله، چون ما وقتی که می پایم به رادیو تلویزیون ملی کشانده شد، اقرار کار بر ما بود که یعنی من اصلا به حساب خود در بین کار گم میکردم. یعنی از یک طرف میرفتیم برنامه های رادیو را میخوندیم، از یک طرف برنامه های نمایش های کوتاه را کار میکردیم، و از جانب هم تئاتر بازی میکردیم. ماما جوشان یادت هست؟ بله، ماما جوشان خدا مغفرتش کنه، انسان نیکی بود و در حین زمان مسئول استودیو بود. بله، مسئول استودیوی 52 و دیگه استودیو. بله.
اونمو یک کمک هم رید کرده بود، کمک نه، یک یادت نیست که خودت رفتی از گویندگی یک نمایش نام یادم هست؟ بله. یادم هست؟ بله بله. مختصر مختصر بگو ماما جوشان چی کرد؟ ماما جوشان اول خود مرا استودیو نقیمان برو برو دختر آمده که تمثیل میکنه، استاد گفت ایره به تمثیل چه غیر است؟ گفت بانشم برو دختر جان برو دختر، تو خود آدم آینه دیدی؟ ما گفتم ماما جان گفتم ما بسیار زیاد خود آدم آینه دیدیم، گفتم اینقدر ما تمثیل کردیم که به اندازه موهای سر. گفت رشخندی نکو دختر جان برو 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 پشت رایت برو. گفتم خب خیرم مرا برم استاد بگو که یک چانس بدن. خب استاد رفیق صادق گفتن که خیلی سیما جان نامده بیا امی دخترک بیا خیلی بخانه امی نقشه که میتونه نمیتونه. خدا زنده داشته باشه موبجان جباری بود که نقش اول میخوند، مشل سبونریار بود دیگه، امی مسوده جان بود، این دخترها کلگی همیجا بودن دیگه. من وقت اینقدر شناخت کافی کرد از اینا نداشتم. آقای جسور بود؟ بله جسور صاحب بود، فیه بودی بود، همه گیدم این دور به حساب میز نمایش گردم جمع شدم. خلاصم گفتم خو خیره من یک دفعه اجازه بدین من نقش ببینم، من میخوانم من نقش رو مارا پر میکرم جایش خیر است، اگر خوب نتانستم خراب خوبتان میخوانم. امی مشرف به خدا مغفرت کنه گفت خیلی استاد درست است، بیا خیلی سیما خونه آمده خانم ما و خروسی کرده بدون. گفت امی خانم یاسمین بیا میره بخونه. گفتم درست است بتین بر من تکسه بتین. خواهم تکسه یک بار مرور کردم رفتم پشت مای کشیشتم دیگه از اونجا دیگه ماما جوشان دست تک زدم میره که او بابا یارش خندی میکنن و چطور چنان. خب استادم دیگه بسیار اصابش ناراحت از خدا ببخش، استاد صادق بسیار یک آدم اکتیو بود و یک روزم که می آنر پیشیش نمی آمد و مسئلش نمی آمد بسیار عصبانی میشد، بسیار قار میشد، خود ناراحت می بود. خلاصه من پشت مای کشیشتم بدون مشق بدون تمرین این نقش برشان ادا کردم. وقت نقش که خلاص شد ماما جوشان از پشت میز خسته بود چک چک میکرد و بسیار هیجانی بود. این دیگه هیجانی بود و مشعل صاحب در تختی پشتم زد گفت آفرین، گفت تو یگانه پیشی بسیار خوب میشی. من برشان گفتم که من مسلک هنرپیشگی را نیاموختیم ولی خودسرانه آمدیم کار کردیم، ولی من تجربه دارم، من در دوران مکتب بسیار کار کردیم از پارچای تمثیلی و از نمایشات روی ستیج و در کمپایی که در جشنها برگزار میشد. باز او وقت همی دخترک های سارندوی در مکتب ما یک گروهی داشتیم بنامه سارندوی، باز میرفتیم تمثیل میکردیم در روی ستیج، آواز میخواندیم، ترانه میخواندیم، سرود ملی میخواندیم، جمناستیک میکردیم. یک دوره بسیار عالی و یک دوره بسیار خوب را سپری کردیم. او نمو بود که ما دیگه از افتادی دیگه در تئاتر و سینما امو ساعت امو لحظه تصمیم گرفتم، چون من به اون پیشگی زیاد علاقه من بودم نسبت به گویندگی و نسبت به اخبار و ایگپا، یعنی این مورد علاقه من نبود. من میفهمیدم که مثلا من بسیار یک گوینده و یک نطاق خوب شدم میتونم، ولی یک ممثل خوب ارکست شده نمیتونم. چرا تمثیل کار بسیار آسان و ساده نیست، گویندگی پشت مایک میشینی اخبار برات میاره تو میخوانی و اون اگر چی یک توانایی یک توانمندی کار داره، مثلا فصاحت کلام کار داره، استعداد فوق العاده بالا کار داره، یک ادبیات قوی کار داره، یعنی یک سواد کافی کار داره، ولی در پولوش تمثیل کار مشکل تر است. آه بفهم. یاسمین جان خودت در تئاتر هم زیاد بازی کردی، از زنده یاد استاد بیست بگو، در نقش های بازی کردی که دایرکت چه استاد بیست کرده بود؟ بله چند نمایش هم کار کردیم امروی استاد که یکی تئاتر آزادی بود، سمبول قانونیت بود و یک تئاتر بسیار کلان دیگره که باز ما در تاجکستان به نمایش گذاشتیم، تئاتر زمین بود که خود استاد بیست در مقابل ما کار میکرد. یعنی این دورانای سال 2011 بود،
2011 بود فکر می کنم که ما در یکی از فستیوال های اشتراک کردیم که در هفته فرهنگی تاجکستان افغانستان اشتراک کردیم که باز ما اموجه ایتیاد یک ساعته را خب امید تاریخ دقیق از این درست به ذهن من است که چی نشه اشتباه نشه و بیننده ها نگویند که نه این تاریخ دقیق نیست شاید که دقیق نباشه و یادم رفته فراموشم شده در همین سالهای آخر بود یعنی قبل از وفات استاد بیست یعنی چند سال بیشتر از وفات استاد بیست بود که رفتیم این تئاتر در ستیج تاجیکستان به نمایش گذاشتیم یکی از تئاترهای بسیار فوق العاده بود که در اونجا وزیر اطلاعات فرهنگشان آمده بود شاروان شهر آمده بود یعنی اکثریت وزرای کابینه در این محفل اشتراک کرده بودند و ما در مقابل از اونا این تئاتر اجرا کردیم کلشان به پا ایستاده شدن کلشان تشویق کردن و اونا فکر نمیکردن که در افغانستان تو استعدادهای وجود داره که یعنی بتونه اقسم یک تئاتر بازی کنن یا ای که در اینجا هنر و فرهنگ به این اندازه هست یعنی تصورشون رو نمیکردن ولی وقتی ما را دیدن با دسته‌های گل استقبال کردن کلگی بر حتی چند دقیقه استاد شدن و کف زدن و به این ترتیب بگن ما را استقبال کردن. اینو ما استقبال میکنم. یاسمین جان خودت خود در فیلم های بیشمار و بیشمار و در تئاتر کار کردی. بگی اگه به یادت هست چند نام چند فیلم رو بگی که خودت نقش بازی کردی. ما میفهم تمامش یادت نیست. نه خیر باور کنید که ما بعض فیلم ها رو که بازی کردیم که پسان خبر شدیم که مثلا ای کارگردانش یک امریکایی بوده پسان خبر شدیم که کارگردانش یک فرانسوی بوده یا مثلا از کانادا بودن اول یعنی کس دیگه آمده مثلا دایرکت کرده صحنه های ما رو وقتی که این فیلم رفته یک وقت خبر شد که اوه این فیلم خو از یک نهاد بیخی بالایی بوده خب ما چرا خبر نداشتیم چرا ما رو در جریان نگذاشتن خب به هر صورت یک قسم فیلم ها زیاد بوده که ما اکثریت فیلم هایی که بازی کردیم شما باور کنید که ما حتی نامشون نمی یادم رفته نامشون از فیلم های معروف که بازی کردی نام بگی فیلم های چی؟ فیلم های معروف که به یادت هست نام بگی فیلم های زیاد را راستی بازی کردیم فیلم های فیلم مثلا هوس امرای فیلم گذشت که یوسف جان رویان که در کانادا زندگی میکنه کارگردانی نه یوسف رویان در لندن زندگی میکنه از امو سابقا در لندن زندگی میکنه در لندن زندگی میکنه عبید جان ورکزای در کانادا است اول از اونا میگیرم چون اونا پیشکسوت ها بودن اونا کسایی بودن که به اصطلاح ما را به سینما آوردن یعنی سرماکار کردن و عبید جان و رکزای یک فیلم ساخته بود به نام هوس که من بسیار جوان بودم در این فیلم بازی کرده بودم سعید و رکزای یک فیلم ساخته بود به نام زن و آینه در این بازی کرده بودم دیگه از جلال پیروز برتون گفتم انجینیر صاحب لطیف که چند فیلم ساخته بود و من در فیلم هایی بازی کردم دیگه جوان شیر حیدری جوان شیر حیدری که دو فیلم شب بازی کردم یکی آخرین شب و آخرین شیر دیگه فیلم شب تاریک روز روشن بود یا روز روشن شب تاریک به نام یک فیلم بود که این فیلم هم بسیار جایزه ها را گرفت و بسیار یک نقش خوب هم دهی داشتم یکی دیگه پنج هم پنج پنج هم پنج پنج هم پنج این یک تئاتر بود این یک تئاتر بود قادر فرخ کار میکرد امرای ما کار میکرد کردیم و نقش مرکزی داشتیم و فهیم صدوسه ایره کارگردانی کرده بود دیگه تئاتر عروس خونین تئاتر خانم جان که ایره آقای رشید پایا یک خانم جان رشید پایا کارگردانی کرده بود و تئاتر عروس خونین قادر فرخ کارگردانی میکرد یک تئاتر دیگه بود که آقای جانبین قدیر جانبین نوشته کرده بود و کارگردانیشم فکر میکنم قادر فرخ میکرد و آقای فقیر نبی امرای ما بازی نقش مرکزی بازی میکرد آدمکارم جانبین نوشته کرده بود که خدا مغفرت کنه مشعل صاحب هنریار در مقابل ما بازی میکرد و
به همین ترتیب فیلم های بسیار زیاد اوسیان بود، یک فیلم دیگه نمی فهم شهر گناه، نمی فهم دشمن چی و چی و چی، خود اینقدر زیاد است که حالا اونجان گل که من هیچ کدام فیلم یادم نمی آیم متاسفانه. در می وقت های ذرا قصور حافظه پیدا کردیم، یکان گپا یادم میره، یکان چیزا یادم میره. خب و می تشوشات روانی و گپایی که در جامعه حاکم بود نه نام خدا حافظیت بسیار بسیار صحیح حافظه داری، حافظیت بسیار راست. یاسمین جان گوش کن، می فهم بسیار فیلم بازی کردی، دو لقب گرفتی، القابی که گرفتی القاب هنری کدام ها بودن؟ بله خب از طرف انجمن جوانان ما لقب مادر سینما را گرفتم، دو لقب هنرپیشی برتر از طرف شورای عالی هنر وزارت اطلاعات فرهنگ گرفتم و تقریبا 3 بار یا 4 بار جایزه اول گرفتم. خب جایزه دوم و سوم زیاد گرفتیم دیگه. سال 2010 بود که به صفت سفیر سلام ملل متحد انتخاب شدم در افغانستان. سفیر سال؟ بله. دیگه یادم رفت. نه بسیار زیاد. از تلویزیون کسا کو زمانی که سابق در تلویزیون بودی و در یه آخر از تلویزیون ملی چطور بود وضع؟ اورنجان قند اگر بگویم که او زمانی که به اصطلاح ما تازه به تلویزیون ملی آمده بودیم و پیش از خودت یک کس دیگه رئیس هنر ادبیات بود، باز خودت رئیس هنر ادبیات شدی. یک روز یادم است که آمدم دفترتان، گفتم رئیس صاحب، یک دفعه گفتی که چی گفتی؟ گفتم که رئیس صاحب، گفتین که بفرما، گفتم که اجازه است که من تا یک دفعه شارنو میرم امرای دوستای میگه با. گفتی اول خب مرا رئیس نگو، مرا آرون جان بگو. گفتم خب درست است یوسف صاحب. گفتم چطور من شما را رئیس، من شما را چطور نامتانه بگیرم؟ نه گفتی که شما هنرمنداستین و این گپ شما را من همیشه در هر جایی که بوده یاد کردیم، چی پیش وزیرا بوده، چی پیش رئیسا بوده. گفتیم که ما یک وقت در هنر ادبیات این قسم یک رئیس داشتیم که نامش آرون یوسفی بود، یک مرد ادیب، دانشمند، یک شاعر، یک طنزگوی و یک کسی که دست بسیار بالا در ادبیات دری داشت. گفتم بر ما میگفت که شما گلای سرسبد تلویزیون هستین، شما بیاین کارتان اجرا کنین، بعد از او از طرف من رخصت هستین. من گفتم آل شما بر ما در این اواخر وضعیت تلویزیون ملی خیلی خیلی دشوار شده بود، شما باور بکنین با یک معاش ناچیزی که بر مامورین میدادن، یعنی اصلا ما دیگه صبحی باید میرفتیم موجه شست میکردیم، دیگر هم باید شست میکردیم. دمی اواخر؟ در غیر اصلا اجازه نداشتیم. بله در این اواخر خود شدید همی دقیقا یک وضعیت حاکم بود، مخصوصا یک 3-4 سال دیگر ما به اندازه در خفقان رسیده بودیم که دمی اواخر دیگه من تصمیم داشتم که استعفا بدم و یا تقاعد خود بگیرم، چون چه بسیار همکارای ما تقاعد خود گرفتن، استعفا کردن، گفتن دیگه ما در تلویزیون کار نمیکنیم، به خاطر که در تلویزیون ملی یک وضعیت حاکم شده بود که بسیار دوگانه بود. یک تعداد مامورین بیچاره و سابقه دار مثلا استعدادهای بسیار خوب، چی در بخش نطاقا بود، چی در بخش هنرمندا بود، با یک معاش بسیار ناچیز کار میکردن که امون معاش ماموریتشان بود که نمی حدود 12,000 الی 15,000 افغانی، نهایتا 20,000 افغانی میشد. ولی در پلویزی کسایی را اینا می آوردن، باور به خدا کنین کسایی را می آوردن که حتی سواد نداشت، اینا از 1 لک تا 6 لک هم موش می گرفتن. یکی را بنا مشاور می آوردن که می دیدی دست پایش می لرزه، آساگرگ در دست شد تک 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 می آید، ایکی از بچه کاکای نمی فهم فلانه وزیر است، نمی فهم بیادرزادی فلانه وکیل است، خودش لرزیده میرفت ولی میامد اونجا 6 لک رو معاش میگرفت به نام مشاور. یک نفر مثلا میامد میدیدی که
یک آدمی که به حساب نه فرهنگ بلد است، نه آداب معاشرت بلد است، این تو یک کپی نسوار را در دان خود تف میکرد و در کنجای دالیزا که میدیدی پخصه پخصه نسوار تف میکردن. این قسم آدم ها را آورده بودن در یک آخر هر کدام 80,000، 1,00,000، 1,50,000 تا 2,00,000 تا 3,00,000 هم معاش میگرفتن. باور کنین ما بار بار امرای رئیس عمومی ما به اصطلاح که روبروی میشدیم میگفتیم این تضاد از بین ببرین. ما گفتیم که در اونا به این باور بدن که در تلویزیون ملی استعدادا وجود نداره و اونا فکر میکردن که با 10,000 افغانی یک کسی که ممثل است باید تمثیل بکنه، کارگردانی بکنه، کمره بگیره و یعنی تمام کار بکنه و اونمو 10,000 افغانی را مستحق شود. ولی یک آدم میامد مثلا فلانی یک از ترکیه آمده میخواید دوبلاژ تیار کنن، در حالی که ما کسایی بودیم که دوبلاژ رفتیم در اتحاد جماهیر شوروی تقریبا چندین سال قبل آموختیم، یاد گرفتیم، کسی از ما کار نمیگرفت. یک کس را می آورد که اصلا بلد نیست، شاید رفته یک استودیو را در یک جای دیده آمده که این آدم میتونه که مثلا عامل دوبلاژ شود و بر از او 4,00,000 یا 5,00,000 یا 6,00,000 معاش تعیین کنه. آخر نفر خود این طرف بزن، او طرف بزن، این طرف بزن، او طرف بزن، ماها سالها را تر میکردن، باز از اینجا میرفتن در یک جای دیگه یک بست کلان میگرفتن، از اونجا اینا مقسم خورد و برد و هیچ کارشان هم معلوم نبود، بلکار بیا ماش میگرفتن و یک مخصوص خیره یک مخصوص که میشد مثلا ما میفتیم بر ما 50,000 افغانی بدیم که ما اقلا نمی نانی که برای هنرمند تهیه کنیم برای یک روز یک برنامه. باور کنیم برای یک برنامه در تلویزیون ملی 40,000 افغانی به یک شب میکشتن، 40,000 افغانی را به یک شب یک برنامه میکشتن. ولی کس برای امی گروپ ما بگویم، امی ممثلین و امی کسایی که در بخش اونها را ادبیات کار میکردن، برای زینا کس 1,00,000 افغانی را نمیداد که اینا برنامه تهیه بکنن. خو این نمی گپا بود که روز بر روز دلای کلگی سرد شد و همگی منزوی شده بودن، کلگی دلگیر شده بودن و من هم در می اواخر 100% تصمیم داشتم که در سال جدید دیگه باید اگر تقاعد بتن تقاعد بگیرم، اگر نتن استعفا کنم، برای ازی که این وضعیت دیگه به اندازه بر ما کشنده بود که ایش برتان گفتن هم بیدن. او کسایی که 1,00,000، 1,50,000، 2,00,000 ماش میگرفتن، موتر در خدمتشان بود، موتر می برد، موتر می آورد. مایی که مثلا تا 20,000 تا 15,000 افغانی معاش داشتیم و بسته چهارم کار میکردیم، یعنی مدیر یک دفترم بودیم، باید پیاده میرفتیم تا ایستگاه، از ایستگاه باید یک موتر لینی میشتیم تا خانه خود میرفتیم و صبح هم به موتر دیم و اگر یک ثانیه هم پس پیش میشد باید امروز غیر حاضر میشدیم. این بدبختی های زیاد را در این اواخر تلویزیون ملی تجربه کرد که از بدترین شرایط حاکم در تلویزیون ملی بود که هر کارمند که پرسان میکردی داد و بیدادش با آسمان ها کشه بود. فقط یکده محدود در حدود 100 نفر حاکم تلویزیون بود که هر رقم دلشان میخواست میدرنگاندن، هر قسم دلشان میشد و اونماتار هر دلشان که 1,00,000 موش میگرفتن، دلشان که 2,00,000 موش میگرفتن، او دیگه بدل رئیس عمومی بود که برای که چه خواهد. بر صورت از یا بگذاریم یاسمین جان، چند فیلم خودتان دایرکت کده بودی؟ ممکن است بگویی کدام فیلم ها بود؟ بله، یک دو فیلم بود که اردوش از پروژه های یونیما بود، یکی به نام انتباه بود که خدا ببخشه امین رحیمی نقش مرکزی را داشت و یک دخترک بود به نام ربابه، و فیلم همه چیز برای آینده که یه هم پروژهش از طریق یونما گرفته بودم و ساخته بودم، ولی او فیلمایی بود که باید به خود یونما تعلق میگرفت که اونا در کجا نمایش میدن، در کجا بگذارن، یعنی ما حق نشر از او را نداشتیم ولی با آن هم در یوتیوب ما انداختی بشانه. و چند فیلمک های کوتاه دیگه هم است که تبلیغاتی بودن، یعنی فیلم هایی به خاطر ساعت یوبی خانوما بود، به خاطر وکسینا بود، به خاطر مثلا عمل بارداری بود که تقریبا در حدود 8 فیلمک های کوتاه 5 دقیقی یا 8 دقیقی
تشکر. از اولادا بگوین، من میفهمم که یک بچه دارین و سه دختره؟ چهار دختر. چهار دختر داشته. من وقتی که دیده بودم خرد بدن، حال نام خدا از شما هم کده کلان شدن. بله. بگوین که چی خواندن، چی میکنن؟ دختره که کلانم تبخون دکتر بود در شفاخانه فرانسوی ها در کابل. اول فعلا همی شرایط بد او را هم وادار ساخت، اول فعلا در امریکا هست. بچگکم انستیتوت ببخشین پانتون نظامی را در پونه اندوستان خواند به سویل لسانس، که بسیار خوب وظیفه داشت، بسیار خوب کار داشت، ولی متاسفانه که با آمدن طالبا ای هم فراری شد. یک دختره که 2 سال میشه که در جرمنی است و آمادگی از ایره داره که به خیر ماستری بخونه. 2 دخترم که معسل بود و یکیش در 15 طب کابل بود، طب مالجوی کابل، و دیگه ایشام در 15 زمین شناسی. یک امو دختره که طب میخواند او صنف 4 خلاص میکرد، صنف 5 میشد، و دختر آخریم صنف 3 میشد در 15 زمین شناسی، که متاسفانه کل آرمانا و آرزوهای خود نمیفهمم دفن کردن. موفق باشین، به خاطر اینکه شما تانستین با وجود که زیاد کار میکردی و زیاد مشغول بودی، فرزندای تا تربیت کردی و به درجای بسیار بلند رساندی. خویاس همینجان عزیز و نازنین، تازه فرانسه آمدی، چند روز میشه فرانسه آمدی؟ یک ماه یا 2 ماه؟ بله، در حدود 2 ماه میشه. 2 ماه میشه. خوانوز کاروبار تطمان دیگه سر و صورت نگرفته و هنوز آشنا نشدی به زبان و به محله، و یا امیدوار هستم که همیشه مثل گذشته در آینده موفق باشی، سرفراز باشی، خوش باشی و همونطور با استعداد و خندان و زیبا. قربان شما آمین جان گل. بله، یک مدت کوتاهی که میشه آمدیم، تازه در این کورس های زبان میرم، همین جمپیل یاد گرفتیم. خب بونجور هم یاد داری دیگه. بس خلاص، بونجور هم یاد گرفتیم. بس خلاص هست دیگه، دیگه هیچ غم نداری. این یک سال بعد بلبل بل واره گپ میزنیم بخیر. بس بکریم فرصت یاد بگیرم، چون میخوایم که در جامعه حضور داشته باشم. یعنی تا وقتی که بخیر، یعنی توان کار دارم، تا وقتی که ما آدم خاموش نیستم، از خاموشی بسیار نفرت دارم، از کنج خانه نشستن بسیار نفرت دارم، و ما میخواییم که بخیر حضور پیدا کنم در جامعه فرانسه. حتما این میشه، ما امیدوار هستم. بعد اما سلام برسان به فرزندایت، به دوستایت، به همسایت که در فرانسه است، بگارون جان سلام گفتن. تشکر یاسمین جان، لطف کردی، زنده باشی. همه گی احترام داره، کل دوستتان داره، واقعا شما یکی از گنجینه هایی هستین که دست نیافتنی، و خواهش میکنم چی در ادبیات دری بگویم، چی در طنز پردازی بگویم، چی در خب شعر شایی، بس بس دیگه بس. سرآمد روزگار هستین. خوشحال شدم که با شما بودم و چند لحظه را امروز شما سپری کردم، و امیدوار هستم که بیننده های عزیز ما که ما را میبینند از صحبت های تکراری من خسته نشده باشند. خواهش میکنم، تشکر. این لندن و فرانسه نزدیک است، هر چیزی کار داشتی، پیاز بانجورومی یا فقط بگو که برد آورده بریم. باید همسایگی را بجای کنیم، همسایگی را بجای کنیم. کمی صدا کنم آرو جان، شلغم برو با ما. خدا تشکر بسیار شد، خدا حافظ، تشکر، زنده باشه. بیننده عزیز، گفتگوی ما را با یاسمین جان یارمل، هنرپیشه موفق سینما، تئاتر، رادیو و تلویزیون افغانستان، چون دیدین که دمی نزدیکی ها از
افغانستان آمده به فرانسه، مثل یک تعداد زیادی از روشنفکرها و هنرمندها و دیگه هموطنهای ما. لطفاً کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنین تا برنامه آینده یا تا هفته آینده. شما را به خداوند می‌سپارم. روز و شب خوش و خوش.